تیتر اول امشب، تشدید تنش مسکو با اروپا. روسیه ارسال گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرد. اروپا در صدد واکنش هماهنگ و عزم آمریکا برای ارسال پولهای مصادره شده اولیگارش‌های روس به اوکراین. همزمان بالا گرفتن درگیری‌ها در مولداوی. آیا پوتین به این کشور هم حمله می‌کند؟ سربازان گمنام ولادیمیر پوتین کیستند؟ آشپز پوتین کیست و چطور در جنگ اوکراین دخالت می‌کند؟ ارتش خصوصی واگنر در زیر ذره‌بین امشب. فرزند رئیس مجلس خرید خانه در ترکیه را تکذیب کرد. رئیس کمیسیون بهداشت می‌گوید قالیباف در جریان سفر به ترکیه نبود، چون شب‌ها در مجلس می‌خوابید. و ارزان فروشی بنزین ایران به خارجی‌ها. مدیر شرکت ملی پالایش می‌گوید دولت روحانی بنزین را لیتری 500 تومان، یعنی یک سوم قیمت عرضه داخلی، صادر کرده. به تیتر اول باشم. وقت شما بخیر. جدایی طلبان تحت حمایت روسیه همراه با نیروهای ارتش این کشور فشار حملات خود را بر مناطق شرق اوکراین افزایش دادند و موفق شدند چندین ناحیه را تصرف کنند. پوتین هم امروز هشدار داد هر کشوری که قصد مداخله در اوکراین را داشته باشه با واکنش سریع روسیه مواجه خواهد شد. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. تاج‌الدین سروش همکارم اینجا در استودیو با من همراه شده. تاج‌الدین، دیروز هم لاوروف حرفش بوی تهدید می‌داد جنگ جهانی سوم در راه، ممکنه جنگ هسته‌ای باشه. الان هم پوتین گفته ما به هر جایی ممکن حمله کنیم. دقیقاً اشتار پوتین امروز در پارلمان این کشور بود که گفت که هر کشوری که در امور اوکراین مداخله بکنه واکنش برق‌آسا خواهیم داشت و که این واکنش در هرگز ندیده باشند که چگونه این تهدیدی مقابلشون خواهد شد. و از طرف دیگه هم این تهدیدات پوتین ما قبلا هم داشتیم که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته این تهدیدات هم داشته که ما مسائل واکنش با بمب هسته‌ای و نمیدانم این مسائل، این تهدیدات هم بوده، ولی در روزهای آخر به دلیل افزایش یافته که کشورهای غربی انتقال تسلیحات به اوکراین افزایش داده و ما کشورهای مختلف دیدیم که تانک فرستادن و توپخانه فرستادن و وسایل زرهی فرستادن به اوکراین، که این خشم پوتین برانگیخته. و امروز هم ما واکنش حرفای وزیر خارجه بریتانیا لیستروس داشتیم، گفت که کشورهای غربی باید به اوکراین تسلیحات بیشتر و حتی جنگنده بفرسته، که در واقع این نشان میده که کشورهای غربی دارن یه مقدار سطح انتقال تسلیحات افزایش میتن و سطح دوربر محدوده سلاح انتقال شونده را به اونجا دارن ثقیل‌تر می‌سازن و بزرگتر می‌سازن. ما موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد هم داشتیم که کشورها به اوکراین دادن. بنابراین حالا یک مقدار سطح تنش‌ها افزایش یافته و سخنان آقای لاروف هم دیدیم که ممکن است که جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته و این جدی است. و همزمان با این در داخل اوکراین وقتی شرایط می‌بینیم، شرایط هنوز هم پیچیده است. در ماریوپول ما می‌بینیم که هنوز حملات روسیه در مراکز کارخانه تولید فولاد و اونجا افزایش داشته و هنوز امروز شهردار میگفت که هنوز این حملات ادامه داره. و در خارکیف هم وقتی می‌بینیم جنگ روستا به روستا و کوچه به کوچه و خیابان به خیابان است، که وضعیت هر روز داره پیچیده‌تر میشه. ممنونم از تو همکارم تاج‌الدین سروش، اینجا در استودیو با من همراه بود. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از مراسم یادبود مادلن آلبرایت، اولین وزیر خارجه زن آمریکا. تصاویر زنده می‌بینید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم یادبود خانم آلبرایت صحبت می‌کنه. روسیه انتقال گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرد. گازپروم، غول صنایع انرژی روسیه، انتقال گاز را به طور کامل به دو کشور لهستان و بلغارستان قطع کرد. این دو کشور درخواست مسکو را برای پرداخت مبلغ گاز خریدار شده به روبل روسیه قبول نکردند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این قطعی گاز را باجگیری روسیه از طریق گاز خواند. سارا بخشوری مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ما همراه میشه. خانم بخشوری، چه تبعاتی داره و روسیه این اقدام هماهنگی که گفته آیا میتونه برای اروپا، این اقدام هماهنگی گفته آیا میتونه بازدارنده باشه در مقابل روسیه؟
این همین صحبت امروز که پیش اومد و قطعی گاز به این دو کشور، فقط این دو کشور، موجب افزایش 20% قیمت‌های گاز در اروپا شد و الان مخصوصا بعد از جنگ، با اینکه همیشه قیمت‌های گاز خیلی به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شدن، اما به خاطر جنگ با روسیه قیمت‌های گاز در کل دنیا تحت تاثیر قرار می‌گیرن و همه جا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می‌گیره. و بله، این در واقع تنبیهی هست که گازپروم و روسیه برای اروپا و این دو کشور در نظر گرفتن تا مطمئن باشن که همه کشورها قیمت گاز رو تا پایان این ماه به صورت روبل پرداخت میکنن و اگر که این تهدید که جدی هم به نظر میرسه عملی بشه و اروپا پرداخت نکنه گاز رو به روبل، خب مسلماً تأثیر خیلی منفی روی قیمت ها میذاره. خانم بخشی، این اقدامی که اروپا میگه ما انجام میدیم برای اینکه روسیه رو متوقف کنیم چی میتونه باشه؟ متاسفانه در کوتاه مدت اروپا واقعا هیچ آپشنی رو نداره. در دراز مدت بله، میشه فکر کرد که اروپا با تغییراتی که توی سرمایه گذاری میکنه میتونه میزان وابستگیش رو به روسیه کم کنه، اما در کوتاه مدت خیلی زیادی نداره، مخصوصا که افزایش قیمت‌های گاز و سوخت روی تورم و مخصوصا روی قیمت‌های غذا تأثیر می‌گذارن. خوراک پتروشیمی‌ها و کودهای شیمیایی گاز، بسیار از این کارخانه‌ها در اروپا الان ماه‌هاست که هم تولیدشون کم شده یا اینکه اصلا تعطیل شده. بنابراین فقط قیمت گاز و برق نیست، تأثیر روی میزان تورم، قیمت‌های غذا و حتی رشد اقتصادی در اروپا و دنیا خواهد گذاشت. سپاسگزارم از شما سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ما همراه بودید. بعد از وقوع چندین انفجار در منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا در مولداوی و در همسایگی اوکراین، نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ اوکراین به این کشور و سر گرفتن درگیری‌ها با جدایی طلبان شرق مولداوی که تحت حمایت روسیه افزایش یافته. کشور کوچک مولداوی که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است، نگران اینه که بعد از حمله روسی به اوکراین به هدف جدیدی برای مسکو تبدیل بشه. رئیس جمهوری مولداوی بعد از این حملات اقدام به برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملی کرد. امین الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل، اینجا در استودیو با من همراه شده. آقای حبیبی، چقدر ممکنه که مولداوی مقصد بعدی پوتین باشه برای حمله؟ من فکر نمی کنم که روسیه اصلا اشتهایی داشته باشه که جنگ رو گسترش بده به مولداوی. به نظر می رسه که این ترانسنیستریا یک منطقه هستش که در اونجا همکنون حدود 1500 نیروی روسی در اونجا هستش و احتمالاً این مسائلی که پیش اومده شاید شکلی بترسونه بعضی کشورهایی مثل مولداوی رو، ولی احتمالاً انگیزه روسی از این باشه که در اونجا نیروشون بیشتر پیاده بکنن، برای اینکه از طرف شرق خیلی کوشش کردن که پیشروی بکنن، پیشروی نتونستن، آنچنان که میخواستن اودسا رو بگیرن. اودسا بندر خیلی مهمی هستش که نتونستن بگیرن، نیروهای اوکراینی راهشون رو سد کردن در شرق اودسا. احتمالاً از طرف ترانسنیستریا بخوان جبهه تازه‌ای رو باز بکنن به سمت غرب اودسا که برن به طرف اودسا و اینجا رو هدف روسیه، آنچنان که آقای رستم منکایف یک از ارشدترین افسرانشون گفتش که هدف روسیه اینه که شرق اوکراین رو بگیره و جنوبش رو و بره به طرف ترانسنیستریا، اینا رو جدا بکنه. در برنامه قبلی من گفتم که سلاح‌ها دیر میرسه. اگر سلاح‌هایی که تازه که میخوان اروپا میده آمریکا میده، اینا یک ماه و نیم قبل رسیده بود دست اوکراینیا، احتمال روسیه در دونباس و در شرق هم شکست می‌خورد. بنابراین احتمال این طرح روسیه هستش که از اونجا یک جبهه تازه رو باز کنه. امین الله حبیبی، کارشناس مسائل بین‌الملل، ممنونم. دادستان کل ایالات متحده اعلام کرده که دولت بایدن قصد داره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش اموال مصادره شده اولیگارش‌های روس رو مستقیما به اوکراین ارسال کنه. وزارت دادگستری آمریکا با راه اندازی یک واحد جدید به اجرای تحریم‌ها علیه مقامات دولتی و اولیگارش‌های روسیه نظارت می‌کنه. محمد جواد شل‌سدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی از پاریس با ما همراه میشه. آقای شل‌سدی، چقدر عملیاتی این کار؟ خب اموال اینها هم خیلی اخیراً بعضاً مصادره شده، چقدر ممکنه که اینها سریع بتونه به پول تبدیل بشه و برسه به دست اوکراین؟
در این راه یک سری مشکلات وجود داره، هرچند نظام تحریم‌های اقتصادی نوین نوپا هست و این باعث میشه که یک انعطافی رو در واقع قوانین داشته باشن و خودشون رو تطبیق بدن با وضعیت موجود، ولی در این حال به دلیل اینکه این اولیگارش‌ها افراد شخصی هستند و در واقع دولت روسیه نیست و اینها انبار و پول‌های دولت روسیه نیست، موانع قانونی وجود داره که البته اگر که دادستانی آمریکا بخواد واقعا اقدام بکنه میتونه این موانع رو پشت سر بگذاره، شاید در کوتاه مدت نتونه زمان ببره به خاطر که به هر حال باید دادگاه‌های تشکیل بشه، باید نقش اون اولیگارشا به صورت مستقیم در این جنگ یا حمایتشون از این جنگ اثبات بشه و بعد از اون هست که پولهایی که توقیف شده شاید بشه اونها رو برای پرداخت بعضی از خسارتها به اوکراین و اوکراینی‌ها پرداخت کرد. ما مواردی داشتیم در گذشته، مثلا پول دولت‌های من جمله دولت ایران که در آمریکا توقیف شده بود توسط دادگاه‌ها یک بخشی از اونها مصادره شد و به آسیب دیده‌هایی که در واقع اون دادگاه‌ها حکم به نفعشون کرده بودن داده شده، ولی اونها پولهای در واقع کشور بودن و با افراد خصوصی تفاوت داشتن. در این زمینه باید ارتباط این پولها و این افراد با دولت و حکومت روسیه اول تبیین بشه و بعد از اون هست که من فکر میکنم به هر حال این انعطاف رو قوانین بتونن پیدا بکنن که این پولها رو توقیف بکنن و به مردم اوکراین یا کشور اوکراین برسونن. محمد جواد شلسدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی، ممنونم از شما، از پاریس همراه ما بودید. اما در زیر ذره‌بین امشب، آشپز پوتین کیست و چه ربطی به جنگ اوکراین دارد؟ سربازان گمنام پوتین چه کسانی اند و چرا برای کرملین می‌جنگند؟ ترور زلنسکی به عهده که بود؟ سربازان شبح کیستند و از چه کسی پول می‌گیرند؟ امشب گروه واگنر رو زیر ذره‌بین می‌بریم. سه ترور ناموفق علیه رئیس جمهور اوکراین در اسفند سال گذشته. به گزارش تایمز، کماندوهای چچنی از یک طرف و سربازان گمنام واگنر از طرف دیگر قصد ترور زلنسکی رو داشتند. کشور چچن به رهبری رمضان قدیروف در جنگ از روسیه حمایت میکنه، اما گروه واگنر چیه؟ شاید بشه قصه این گروه شبه نظامی رو با یوگنی پریگوژین، معروف به آشپز پوتین، شروع کرد. 9 سال زندان بوده، بعد یه دکه هات داگ فروشی راه میندازه و بعد رستوران روی آب تأسیس میکنه، جایی که پوتین در سال 2003 تولدش رو اونجا جشن گرفت و حالا نام او در میان اولیگارش های روسی به چشم میاد. ادعا میشه گروه واگنر از شرکت های زیر مجموعه یوگنی پریگوژین. البته پریگوژین هر نوع ارتباطی با این گروه شبه نظامی رو رد میکنه. واگنر در واقع یک ارتش خصوصیه که در بیرون مرزها برای پوتین میجنگه. این نقشه نشون میده که سربازان واگنر در کجاها فعال هستند. نام این گروه در جریان تهاجم روسیه به اوکراین و الحاق کریمه به روسیه به صدر خبرها آمد. این گروه در شرق اوکراین علیه دولت مستقر فعالیت می‌کردند. البته همون سربازانی هستند که در سوریه هم به طرفداری از بشار اسد می‌جنگیدند و البته برای پیشبرد منافع روسیه در آفریقا و آمریکای جنوبی هم حضور دارند. در کنار سرمایه گذار این گروه، مؤسس این گروه دیمیتری اوتکینه، افسر سابق نیروهای ویژه و سرهنگ دوم در سرویس اطلاعات نظامی روسیه. نام رمزی او واگنر بوده. نام آهنگساز مورد علاقه هیتلر و احتمالاً عنوان فعلی گروه هم از همینجا میاد. گفته میشه او اولین بار این سربازان نقابدار با یونیفرم‌های سبز رنگ بدون نشان رو گرد هم آورده. اما چرا سازمان‌های اطلاعاتی واگنر رو گروه شبه نظامی وابسته به کرملین میدونن؟ این قرارگاه واگنر، مسیری که از یک ایست بازرسی شروع میشه و در یک طرف به سرویس اطلاعات نظامی روسیه میرسه و از یک طرف دیگه به قرارگاه واگنر. دوم، استفاده واگنر از زیرساخت‌های ارتش روسیه، از هواپیماهای ایلیوشین ایل 62 و آنتونوف AN 124 روسی برای پیاده کردن نیروهای واگنر در ونزوئلا و از ایلیوشین ایل 76 برای پیاده سازی این نیروها در لیبی استفاده شده. همچنین مدارکی وجود داره که نشون میده
اغلب پاسپورت‌های نیروهای عملیاتی واگنر در واحد ویژه 772-01 که اداره مهاجرت روسیه صادر شده، واحدی که به طور اختصاصی برای افراد مرتبط با وزارت دفاع روسیه گذرنامه صادر می‌کنه. شنود تلفن‌ها همچنین ارتباط میان فرمانده واگنر رو با سرویس اطلاعاتی نظامی روسیه ثابت می‌کنه. روسیه به دنبال استخدام مزدور از سراسر دنیاست و نیروهای شبه نظامی متشکل از گروه‌های تروریستی و آنچه به اصطلاح ارتش خصوصی مینامد رو برای جنگ به اوکراین میفرسته، ارتشی که به دست مقامات رسمی خود روسیه تشکیل شده. گروه واگنر به عنوان یک شرکت نظامی خصوصی به طور رسمی جای ثبت نشده و در واقع از منظر حقوقی وجود خارجی نداره و باید اون رو به عنوان شبکه‌ای از کمپانی‌ها و گروه‌های مختلف پلیس فدرال آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یوگنی پریگوژین بشه $25,000 جایزه گذاشته و وزارت دارایی ایالات متحده هم نموداری از شبکه او رو منتشر کرده که در این سطوح کار میکنن. شرکت هایی که به دنبال دور زدن تحریم ها هستن، اتاق های فکر و مراکز اطلاعات که به دخالت در انتخابات آمریکا متهمن و شرکت هایی که در تلاش برای نفوذ در دیگر کشورها از جمله آفریقا هستن. واگنر در کجای این شبکه است؟ برای مثال این کارهایی که واگنر در حمایت از نفوذ روسیه در آفریقا میکنه رو اینجا نشون دادیم. سربازان واگنر از معادن الماس و طلای آفریقای مرکزی در ازای سهمی از درآمد محافظت میکنن. در سودان به جستجوی طلا مشغولن و به دنبال ایجاد پایگاه دائمی در لیبی هستن. واگنر در واقع برای پیشبرد و حفظ منافع روسیه وارد عمل میشه. اما چرا برخی کشورها از جمله روسیه از نیروهای بینام و نشان استفاده میکنن؟ شاید این از مهمترین دلایلش. روسیه با ارتش بینام و نشان میتونه وارد جنگهای نیابتی بشه و در این حال حضور خودش رو در مناطق مختلف تکذیب کنه. همینطور امکان اینو داره که تلفات نیروهای روسی رو پایین و کم اهمیت جلوه بده، چرا که شناسایی این مزدوران بسیار سخت. همچنین با استفاده از این گروهها دولت روسیه دخالت در امور کشورهای دیگر رو به گردن نمیگیره. سایت خبری ترکیه یونیسفق اعلام کرده که سربازان واگنر در دوران آموزشی حدود $1,100 ماهیانه دریافت میکنند و برای جنگ در اوکراین 1,700 تا $3,350 ماهانه پول میگیرند. حقوق فرمانده ها تا $4,000 در ماه هم میرسه. گروهی که از افراد نئونازی توی اونها پیدا میشه تا مسلمان های خاورمیانه، مزدورانی که به نظر میرسه بیشتر برای پول میجنگن تا ایدئولوژی. سال 2011 یعنی 11 سال قبل و 3 سال قبل از جنگ اول روسیه با اوکراین، ولادیمیر پوتین به طور ضمنی از تشکیلات چنین سربازان گمنامی و شرکت‌های خصوصی نظامی حمایت کرده بود و گفته بود راه مناسبی برای پیاده‌سازی منافع ملی بدون دخالت مستقیم دولت. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، اینجا همراه من در استودیو. آقای آرامش، کشورهای زیادی ارتش خصوصی دارن، اما چرا انقدر انتقادها به روسیه شدت داره؟ نیروهای مسلح ارتش جمهوری فدراتیو روسیه انگار که میخواهند کارهای کثیف، کارهایی رو که عملا نه فقط شبه قانونی بلکه کاملا غیر قانونی است، توسط یک همچین سازمانهایی به خصوص خوب دیگه گل سرسبدشون هم گروه واگنر انجام بشه. فرق بزرگی داره این با گروه‌های امنیتی یا گروه‌های نبرد یا رزم خصوصی. در امریکا از سال‌های 2000-2001 آقای ریچارد پرنس دیگه ایشون مؤسس گروه بلک واتر یو اس ای بود که بعداً اسم عوض کرد، ولی کمپانی دیگه هستن، تریپل کانوپی، کمپانی‌هایی که از رزم دیده‌ها و از سربازان مختلف استفاده می‌کنن، از سربازان یا تفنگداران دریایی یا غیره، زاله که اونها بیاین بعد از خدمت سربازیشون از اون دانسته‌هاشون، از اون دانششون استفاده کنن برای حالا حمایت از کاروان‌های لوجستیک، بادیگارد بشن یا برای نبرد. فرقش اینجاست. قانون کیفری و جزایی ایالات متحده میتونه هنوز اونها رو، یعنی یک امریکایی یا یک فردی که تحت پرچم یا تحت استخدام در یک کمپانی امریکایی در کشور الف یا ب یا س کار میکنه و جنایت کرده، اونها رو بیارن دادگاهی کنن. اتفاق افتاد. کسانی بودند که در عراق، در افغانستان از این کمپانی‌های خصوصی دست به جرمی زده بودند، مرتکب جرم شده بودند و در ایالات متحده اینها دادگاهی شدند. آقای پوتین به اینها یک چک سفید امضا داده و دیدیم که حتی 2 سال پیش حکومت بلاروس
اینها رو گرفت از کشور اخراج کرد. یه عده زیادی از جولای سال 2020 یک عده از همین گروه واگنر رو خب بلاروس، آقای لوکاشنکو دوست رفیق شفیق آقای پوتین هست، با این وجود اینها رو گرفت و دیپورتشون کردن، اخراج کردن. می‌بینیم در سوریه، در اوکراین، در جاهایی که عملاً ارتش روسیه و بالاخره اونهایی که اون یونیفرم می‌پوشن و هنوز در اون یونیفرم هستن، یک پرینسیپ هایی و یک سری وظایف و یک سری کد اخلاقی و کد به قول معروف اتیکس رو باید پیروی کنن. این مسئله اصلا نیست و میگم به خصوص این که هم بنیانگذار این گروه خیلی به آقای پوتین نزدیکه، دوم عملا مثل مزدورها پول میگیرن و میجنگن یا پول میگیرن و آدم میکشن، و سوم هیچ نظارت قضایی از طرف روسیه نه تنها بر اونها نیست بلکه حاشیه کامل امنیتی و قضایی هم در مسکو دارن. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، ممنونم از شما. در ایران، الیاس قالیباف فرزند رئیس مجلس اخبار مربوط به خرید خانه توسط داماد یا خانواده قالیباف رو رد کرد و گفته هر کسی ملکی به اسم اونها در ترکیه پیدا کرد مال خودش. در همین حال حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم گفته چون قالیباف کرونا گرفته بود شبها در مجلس میخوابید و در جریان سفر خانوادهش به ترکیه نبوده. روز گذشته هم خامنه ای در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با حکومت از مجلس دفاع کرد و گفت مجلس و مجموعهش خوب و انقلابیه. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما همراه میشه. آقای کاظمی، واکنش ها وارد یه فاز جدی تری شده، مقامات بالادستی دارن واکنش میدن از جمله آقای خامنه ای. چطور میبینین واکنش ها و مواجه شدن حکومت با یک همچین مسئله رو؟ و پیش کدوم از این اتفاقاتی که گفتید چیز عجیبی نیست. باز اینا همه سابقه داره. ما در طول 33 سال رهبری آقای خامنه‌ای یک مورد سراغ نداریم که ایشون تخلف منصوبانش رو پذیرفته باشه. از اون طرف خب حکومت دیگه به اون معنای ابتدای انقلاب یک حکومت ایدئولوژیک نیست. در پی شیوع پدیده‌ای به نام کرونی کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رفاقتی در ایران، در سطح اول حکومت ما شاهد این هستیم که طبقه ای شکل گرفته که فقط برای قدرت و ثروت می جنگه و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. واکنش آقای خامنه ای کاملا سابقه داره. تو هیچ پرونده فسادی حتی یک مورد شما سراغ ندارید که ایشون تخلف منصوبینش رو پذیرفته باشه یا اجازه داده باشه که با اونها رسیدگی بشه. چون اصولا قبلا هم تو برنامه شما گفتم شکاف بین قدرت و مسئولیت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی انقدر عمیقه که هیچ کس مسئولیت هیچ چیزی رو نمیپذیره. از اون طرف واکنش مقامات حکومتی پایانتر از آقای خامنه ای هم خب به ایشون نگاه میکنن. وقتی شما 33 سال به هیچ کس پاسخگو نبودید، منطقا آقای قالیباف هم برای خودش این رو متصور نیست که به کسی پاسخگو باشه. از اون طرف بعضی واکنش ها انقدر وقاحت داره در خودش که قابل تصور نیست. حجم اطلاعاتی که منتشر میشه گاهن ممکنه که حتی آمدانه به دروغ باشه که با تکذیب اونها اصل ماجرا زیر سوال بره، اینها من فکر میکنم که یک برنامه‌ریزی پشتشه. اون چیزی که مهمه، آقای خامنه‌ای منطقا نمیخواد عامه مردم، همه مردم رو قانع بکنه. ایشون اون جبهه پشت سر خودش رو همچنان میخواد حفظ بکنه. اما تو این ماجراها دیدیم که حداقل در شبکه‌های اجتماعی بخشی از طرفداران حکومت هم به حدی با ابهام در این ماجرا روبروئن و این واکنش رو احتمالاً اعلام عملی و عمومی نمی‌کنن، اما نمیتونن بپذیرن. سپاسگزارم از شما. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما همراه بودیم. اما تصاویر زنده میبینید از مراسم یادبود مادلن آلبرایت اولین وزیر خارجه زن آمریکا. میبینید که بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا در حال سخنرانی خانم آلبرایت در دولت آقای کلینتون وزیر امور خارجه شده بود و میدونیم که خانم آلبرایت حدود یک ماه پیش در سوم فروردین ماه در اثر سرطان جان باخت و رؤسای پیشین جمهور آمریکا در مورد او صحبت کردن و ادای احترام کردن. در این مراسم یاد بود هم اغلبشون حضور دارن و الان هم همونطور که گفتم بیل کلینتون که خانم آلبرایت در حقیقت وزیر دولت او بود مشغول سخنرانی. تیتر اول چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه رو تماشا میکنید. نگاهی داشته باشیم به عنوان‌های مهم‌ترین خبرهای امروز و اون چه در ادامه می‌بینید.
تشدید تنش مسکو با اروپا روسیه ارسال گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرد. اروپا در صدد واکنش هماهنگ و عزم آمریکا برای ارسال پولهای مصادره شده اولیگارش‌های روس به اوکراین، همزمان بالا گرفتن درگیری‌ها در مولداوی. آیا پوتین به این کشور هم حمله می‌کند؟ فرزند رئیس مجلس خرید خانه در ترکیه را تکذیب کرد. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید قالیباف در جریان سفر به ترکیه نبود چون شبها در مجلس میخوابید. ارزان فروشی بنزین ایران به خارجی ها. مدیر شرکت ملی پالایش میگوید دولت روحانی بنزین را لیتری 500 تومان، یعنی یک سوم قیمت عرضه داخلی، صادر کرده است. و در ادامه برنامه میپردازیم به آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات احیای برجام و تاکید وزیر خارجه آمریکا به تهدید سپاه علیه مقامات فعلی و سابق آمریکا، و همچنین رشد چشمگیر جدایی زوجها در ایران. از هر سه ازدواج در سال 1400 یک مورد به طلاق منجر شده. تیتر اول رو تماشا میکنید. در حالی که به نظر میرسه ایران و آمریکا روز به روز از دستیابی به توافق هسته‌ای دورتر میشن، در تازه ترین تحول در این رابطه بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگه به تهدید سپاه علیه مقامات فعلی و سابق آمریکا اشاره کرده. با این حال بلینکن تاکید کرده که واشنگتن کماکان باور داره که بازگشت به برجام بهترین راه برای رویارویی با چالش اتمی ایران. همزمان کاخ سفید اعلام کرده که این نگرانی وجود داره که ایران ممکنه ظرف چند هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو، با ما همراه میشه. آقای منیری، اختلافاتی که الان باقی مونده چقدرش فنیه چقدرش سیاسی؟ به نظر میرسه که اون بخش سیاسیش انقدر پررنگه که فنی رو هم تحت شعاع قرار داده. سلام عرض میکنم خانم سالمی، خدمت شما و بینندگان. به نظر میرسه تمام بحث فعلا بحث‌های سیاسی هست، بحث‌های فنی مدت‌ها قبل در وین خاتمه پیدا کرده و واقعا بحث فنی زیادی نیست. یه مقداری بحث راجع به تضمین ها بوده و راستی آزمایی که اینها به نظرم حل شده تا اون حدی که میتونسته حل بشه. الان واقعا بحث های سیاسی هست، بحث تصمیم گیری در ایران و در ایالات متحده آمریکا بشه، به خصوص راجع به خارج کردن سپاه از لیست و FTO. در جلسه‌ای که آقای بلینکن داشتن با کمیته روابط خارجی سنا، ایشون اشاره کردن که ما دو راه رو برای کنترل برنامه هسته ایران داشتیم، یکی برجام در 2015 و بعد از اون که آقای ترامپ از برجام خارج شدن، و ایشون اشاره میکنن که ما موقعی که برجام رو داشتیم کنترل خوبی دنیا داشته روی برنامه هسته ایران و فاصله هسته برنامه هسته ایران تا سلاح هسته ای بیش از 2 سال بوده، ولی الان با خارج شدن از برجام و فشار حد اکثری این فاصله به 2 هفته رسیده. حتی باید در نظر گرفت که تعریف فنی که طرف‌های غربی دارن از زمان گریز که اون هست، از تعریف اونها زمان لازم برای ایران که داشته باشه مواد شکاف پذیر لازم، هم از اورانیوم یا پلوتونیوم که ساخت سلاح هسته‌ای رو انجام بده، ولی این هنوز به معنی این که ایران بتونه ظرف 2 هفته سلاح هسته‌ای تولید بکنه نیست. اتفاقا آقای بلینکن در جواب در کمیته روابط خارجی سنا اشاره میکنن که چرا این تعریف به جای اینکه فاصله ایران از سلاح هسته‌ای باشه، فاصله ایران در از دستیابی به مواد لازم برای سلاح هسته‌ای هست، رو توضیح میدن که چرا هست، که الان فرصتی واقعا نیست که به اون بحث بپردازیم. سپاسگزارم از شما مسعود منیری، کارشناس انرژی هستی از تورنتو، با ما همراه بودیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته تهدید سپاه علیه مقامات فعلی و سابق آمریکا همچنان ادامه داره. از طرف دیگه گفته شده یکی از موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات احیای برجام خارج شدن اسم سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی که آمریکا مدعوم می‌کنه. اصطلاح سازمان‌های تروریستی خارجی به گروه‌هایی اطلاق میشه که عملکردشون مصداق موارد تعیین شده در قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا است. بر اساس این قانون وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو پیدا می‌کنه که سازمان‌های تروریستی خارجی رو شناسایی کنه و در لیست سیاه قرار بده. دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در سراسر جهان رو رصد می‌کنه. این دفتر علاوه بر توجه به عملکرد این گروه‌ها، حتی توانایی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اونها برای اقدامات احتمالی تروریستی در آینده رو مد نظر قرار میده.
دفتر مبارزه با تروریسم برای وارد کردن یک گروه به این فهرست سه شرط اصلی رو در نظر میگیره: اینکه گروه مورد نظر یک سازمان خارجی باشه، به اقدامات تروریستی دست داده باشه و اقدامات تروریستیش منافع شهروندان و امنیت آمریکا رو تهدید کنه. وزارت خارجه آمریکا تا حالا بیش از 70 گروه و سازمان از جمله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی فلسطین، القاعده، داعش، کتایب حزب الله و عصایب اهل حق و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان سازمان تروریستی خارجی نامگذاری کرده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دولت ترامپ بعد از نامگذاری سپاه به عنوان سازمان تروریستی خارجی گفت: با این اقدام دولت ترامپ یک واقعیت اساسی رو به رسمیت میشناسه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جایگاه واقعیش رو در فهرست گروه های تروریستی مورد حمایتش پیدا میکنه. حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، حماس، کتایب حزب الله و گروه های دیگه که همگی قبلا به عنوان سازمان های تروریستی خارجی معرفی شدن. دونالد ترامپ در سال 1398 سپاه رو به عنوان سازمان تروریستی خارجی شناسایی کرد و مایک پومپئو اون رو در لیست سیاه وزارت خارجه قرار داد. امروز امریکا به تلاش برای تحکیم کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه میده. من قصد دارم سپاه پاسداران از جمله نیروی قدسش رو به عنوان سازمان تروریستی خارجی اعلام کنه. قرار گرفتن یک گروه یا سازمان در این فهرست باعث میشه تحریم‌های شدیدی علیه اعضاش برقرار بشه. اعضای این گروه‌ها و سازمان‌ها از دسترسی به خدمات مختلف در زمینه‌های مالی، مسکن، آموزش، تجهیزات ارتباطی، امکانات، سلاح و غیره محروم میشن و نقض کردن این تحریم‌ها جرم به حساب میاد و تبعات سنگینی برای مرتکبانش داره. گفته میشه با توجه به مشارکت وسیع سپاه در فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی کشور و قرار داشتن اسمش در این لیست سازمان‌های تروریستی، باعث میشه حتی اگه برجام به سرانجام برسه، کشورها و شرکت‌های خارجی رغبتی به سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با ایران نداشته باشن. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با ما همراه میشه. آقای سمی، در شرایطی که می‌بینیم به نظر نمیاد ایران حتی انقدر کوتاه بیاد که تهدیدهای فعلی از مقامات سابق و فعلی آمریکا رو کنار بذاره، چقدر میشه امیدوار بود جمهوری اسلامی در حقیقت میتونه امیدوار باشه که به مذاکرات به جایی برسه و به خواسته هاش برسه؟ با درود خدمت شما، بایستی عرض بکنم که امر بعیدی به نظر میرسه، برای اینکه جمهوری اسلامی باید این رو بدونه تا زمانی که تهدیدی بر علیه جان افراد مسئول دولت امریکا، چه فعلی چه گذشته، داشته باشه و نخواد اون رو نقض بکنه و کنار بگذاره، دولت امریکا هم رغبتی برای ادامه این مذاکرات نخواهد داشت. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که سپاه پاسداران عمل کردی که داشته، همون جوری که جناب علی اشاره فرمودید، یک سازمان خارجی هست، عملیات تروریستی انجام داده و عمل کردش هم برخلاف امنیت جان و مال مردم امریکا بوده. پس این مسئله یک مسئله است که جمهوری اسلامی باید باهاش به نتیجه برسه و اونم این هست که نمیتونه این سازمان رو نگه داره. اما برخی اعلام میکنن که زیاد توفیری نمیکنه که سپاه در این لیست بمونه یا نمونه. تغییری که ایجاد میکنه این هست که اگر کسانی با سپاه همکاری مالی انجام بدن و دانسته بدونن که این به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، با قرار داشتن سپاه در اون لیست میتونن مورد محاکمه کیفری در امریکا و یا دادگاه بین المللی لاهه قرار بگیرن. بدون وجود در این لیست، خب یه مسئله هم منتفی خواهد. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما. حراج بنزین ایران در بازار جهانی در دولت قبلی هر لیتر بنزین به مبلغ 500 تومان در نظر گرفت و اینو حالا حراج تلقی میکنن، صادر میشه، در حالی که قیمت بنزین با نرخ سهمیه‌ای در ایران همون وقت لیتری 1500 بوده. معاون وزیر نفت ایران میگه دولت روحانی بنزین رو ارزان‌تر از نفت صادر میکرد، در حالی که منطقاً قیمت صادرات فرآورده‌های نفتی باید بیشتر از نفت خام باشه. ایران در سال 1400 روزانه 53 میلیون لیتر صادرات بنزین داشته و اون رو به طور میانگین لیتری 38 سنت فروخته، در حالی که بهای نفت صادراتی ایران در همون زمان بیشتر بوده. اینم متوسط قیمت امروز بنزین در هر گالون در اروپای غربی و آمریکاست که در طول یک سال گذشته روند افزایشی داشت. بقیه کارشناسان فروختن بنزین ایران به قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار و کمتر از بهای نفت خام حتی در شرایط تحریم توجیه اقتصادی نداشت. به گفته جلیل سالاری، معاون وزیر نفت،
این کار باعث شده تا تولید بنزین در کشور کاهش پیدا کنه و ذخیره سازی بنزین هم توسعه پیدا نکرده، اونم در شرایطی که مصرف بنزین به مرز هشدار رسیده. وزارت نفت میگه الان میزان مصرف بنزین با میزان تولیدش در کشور برابر شد و در صورت افزایش مصرف بنزین چاره‌ای جز واردات بنزین نخواهد بود. در سال 1400 میانگین مصرف بنزین در ایران روزانه 85 میلیون لیتر برآورد شده بود که این رقم در سال جاری افزایش هم پیدا کرده. به این ترتیب ایران به دلیل فقدان و یا کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل شهری و بین شهری بیشترین میانگین مصرف بنزین رو داشته. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ما همراه میشه. آقای احمدی‌نیا، اگه توجیه اقتصادی نداشته، پس دولت با چه انگیزه ای بنزین رو لیتری 500 تومان صادر کرده؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون. اون صادرات بنزینی که در اون زمان انجام شد به هیچ وجه انگیزه مالی و اقتصادی براش وجود نداشت، چون اگر خاطرمون باشه اون صادرات بنزین به ونزوئلا و سوریه و لبنان و اینجور کشورها بودش و اون کاروان‌هایی که می‌رفتش اونجا بعضیاش توقیف می‌شد، بعضیاش به مقصد می‌رسید. در همون زمان خبرنگارها و رسانه‌ها بحث‌هایی رو مطرح کردن که پول اینها چجوری قراره برگشت داده بشه. زنگنه اومد جلوی دوربین و رسما گفتش که ما اینو پولشو گرفتیم، بعد گفت یک بخشیش رو گرفتیم، موجود هم هستش. نهایتا اومد گفت ما پول رو در ایران رویت کردیم، بنزین رو تحویل دادیم. خب اینها همش در مجموعه ایه که ما رو به اینجا میرسونه که از یک طرف دولت این بنزین رو تحویل یک نهادی غیر از دولت داده و از طرف دیگه اون بخشی از پول که واریز به صندوق دولت شده معادلش شده لیتری 500 تومان. سوالی که باید پاسخ داده بشه اینه که اولا چه مقدار پولی به چه شکلی دریافت شده از اون کسی که بنزین بهش فروخته شده، و دوم این که چه نهادی مسئول تحویل و تحویل دادن بنزین، تحویل گرفتن پولش بوده، و سوم این که دستور از کجا اومده بوده که این کار انجام بشه. به دلیل اینکه ما در شرایط تحریمی بودیم، میدونستیم که نمیتونیم پولش رو تحویل بگیریم، میدونستیم که هر چه رو که بخوایم بفروشیم باید با تخفیف بفروشیم، کما اینکه پرونده صادرات نفت امروز هم اگر یک روزی بررسی بشه اون وقت معلوم میشه که چه جنایتی علیه منافع ملی در حال حاضر داره به عنوان صادرات نفت انجام میشه. در مجموع تمام این پتانسیل ها در اختیار یک ایدئولوژی و فعالیت های سیاسی قرار گرفت. سپاسگزارم از شما بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ما بودید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در ایران از هر سه ازدواج در سال 1400 یک مورد به طلاق منجر شده. حدود 80% طلاق‌ها در ایران توافقی هستند و بسیاری از این طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در ایران در دهه گذشته برخلاف ازدواج که سری نزولی داشته، طلاق رخشه چشمگیری داشت و از سال 1390 تا 1399 28% افزایش داشت. هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما همراه میشه. خانم کیمیایی، دلیل افزایش طلاق در ایران چه مواردی عنوان میشه؟ دیگه البته لزوماً اونطور که نگاه حاکمیتی بهش هست نیست و به نوعی این رو بهبود شرایط زنان از نظر آگاهی داشتن و درآمدن از وضعیتی میدونن که براشون مناسب نیست. درسته، همطور که خودت گفتی دیگه طلاق در ایران مثل گذشته نیستش که حالا بخواد یه تابو باشه و اینکه حالا خانواده‌ها بخوان ازش خیلی دوری بکنن. به هر حال طلاق هم توی جامعه ایران مثل همه جوامع اتفاق میافته، ولی اونجای مضر هستش که حکومت میاد از طلاق به عنوان پروپاگاندا استفاده میکنه که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در جامعه وجود داره و جلوی پای جوونا گذاشته رو توجیه بکنه. حالا آماری که امروز اعلام شده، خبرگزاری ایران اعلام کرده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این آمار داده که اصلا مرجعیتی برای اعلام آمار نداره. از طرف دیگه اومده گفته که بیتوجهی، بیمسئولیتی و عدم تعهد باعث این اتفاق شده. یه جوری اومده میخوان اینو بگن که خب این اتفاق طلاق که حالا مثلا اگر زیاد بشه تقصیر خود جوان است، در صورتی که قوانین زن ستیز و خانواده ستیز توی جمهوری اسلامی اصلا اون اول به مرد میگه که تو همه حقوق زن رو بگیر و به جاش یک مبلغ پول رو بده که اگر اون پول رو ندی به عنوان مهریه میری زندان. همین خودش اعلام جنگی هستش بین زن و شوهر که در خانواده اتفاق میفته. حالا اصلا ما بگیم که زن و شوهر اینا رو هم پشت سر میگذارن و با هم ازدواج میکنن، یه زن و شوهر برای اینکه یه زندگی خیلی متوسط رو به پایین داشته باشن باید روزی ساعت ها کار بکنن تا بتونن
فقط خرج اجاره خونه‌شون رو در بیارن و این بخور نمیر داشته باشن. سال گذشته وزارت کار اعلام کرد که در ایران از هر 3 نفر 1 نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. خب همین خودش گویا این هستش که خب چرا بچه ها رو ازدواج بکنن؟ خب ازدواج نمیکنن. از طرف دیگه ازدواج سفید هم در ایران خیلی زیاد شده. به هر حال اتفاقایی که میفته که زن و شوهر بخوان به صورت رسمی ازدواج بکنن، اینقدر مشکلات زیادی وجود داره که خب ترجیح میدن که یه ازدواج سفید داشته باشن و اصلا اون مشکلات رو هم نداشته باشن. از طرف دیگه من میخوام به طلاق کودکان اینجا اشاره بکنم که کودکان اصلا هیچ تصمیم گیری خودشون ندارن برای اینکه بخوان ازدواج بکنن یا اینکه جدا بشن. بعضی وقتا ما میبینیم که در سن 20 سالگی بعضیشون 2 بار طلاق گرفتن و از طرف خانواده و از طرف جامعه پذیرفته نمیشن و عواقب خیلی زیادی در انتظارشون هستش. سپاسگزارم از شما. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار ترکیه. از امشب در اسرائیل روز هولوکاست و مراسم یادبود کشته شدگان یهودی در جنگ جهانی دوم برگزار میشه. در همایش اصلی که امشب در موزه جنایات نازی‌ها در اورشلیم برگزار میشه، رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل شرکت میکنن. بابک اسحاقی همکارم از یکی از این مراسم با ما همراه میشه. بابک، از تو بشنویم که اونجا چه میگذره و شرایط به چه شکل. اجازه بدید قبل از هر چیز از عبدالحسین سرداری، سفیر وقت ایران در فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم، در این روز یادی بکنیم. او شخصی بود که توانست در آن روزهای بحرانی جنگ جهانی دوم صدها ایرانی و بخارایی یهودی را از مرگ حتمی نجات بده و سربازان نازی را راضی بکنه که این یهودیان از نژاد سامی نیستند و ایرانی هایی هستند که نژاد آریایی دارند و توانست با پاسپورت ایرانی اونها را از فرانسه تحت تسلط آلمان نازی خارج بکنه. همانطور که گفتیم در یکی از مراسم هولوکاست هستم که از امشب آغاز شد. مراسم اصلی در موزه ید وشم، موزه جنایات آلمان نازی در اورشلیم، با شرکت نفتالی بنت نخست وزیر و همچنین رئیس جمهور اسرائیل انجام خواهد شد. در فردا هم همینطور در لهستان در اردوگاه مرگ آشویتز راهپیمایی مرگ انجام خواهد شد. و همچنین آنچه که حائز اهمیت است این هستش که رئیس پارلمان آلمان هم فردا در کنست پارلمان اسرائیل در همین رابطه سخنرانی خواهد کرد. در حال حاضر حدود 168 هزار نفر از بازماندگان هولوکاست هنوز زنده هستند. بابک اسحاقی همکارم در تل آویو، ممنونم از تو. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول برای شنبه است. تا شنبه همین ساعت با همینجا.